همکارم نیکی محجوب اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. اول درباره شکنجه شدن این چهار جوان بهایی در بازداشتگاه تل ساری برای ما بگید. همینطور که اسم بردی، این چهار تا جوان در بازداشتگاه کچویی که زیر مجموعه وزارت اطلاعات، برای اعتراف به آنچه که ماموران و بازجویان می‌خواستند تحت فشار بودند و شکنجه شدند. یکی از این چهار جوان به پزشکی قانونی مراجعه کرده بعد از اینکه آزاد شده، فکش آسیب دیده، پرونده براش اونجا تشکیل شده. یکی دیگه از این بازداشتی‌ها رو در توالت بازداشتگاه ساری به صورت صلیبی برای ساعت‌ها نشوندن، بارها و بارها به صورتشون، به اعضای مختلف بدنشون با لگد حمله کردند، توهین‌های مختلف بهشون انجام دادند و بسیر صمیمی که همچنان در بازداشته براش قرار بازداشت موقت صادر شده. در این حال هم دو بار تماس داشته با خانواده، درخواست لباس کرده ولی هر بار خانواده لباس‌ها رو به بازداشتگاه اطلاعات ساری برده، حاضر نشدن ماموران لباس‌ها رو تحویل بگیرن. در واقع وضعیت بازداشتی‌های بهایی دیگر هم ظاهراً مناسب نیست، علاوه بر اینکه درخواست وثیقه‌های میلیارد تومانی شده، درسته؟ آره، ببین، از 9 شهریور که 14 تا بهایی رو بازداشت کردند در قائم شهر با حمله ماموران، چند ساعت بعدش 2 تا از اونها رو آزاد کردن. 12 تاشون بازداشت بودن. از این 12 تا 8 تا رو با وثیقه‌های سنگین میلیاردی فعلا اجازه دادن آزاد باشن، اما برای همشون پرونده تشکیل شده در دادسرا و داره رسیدگی میشه. از اون طرف بعد از اینکه از این 8 نفر آزاد شدن، 4 نفر از اونها در بازداشتن. اسامی رو اگر بخوایم بگیم، نگار دارابی، سایقه قلی نژاد و بیتا حقیقی زنان بازداشتی هم و بصیر حقیقی فمردیه که بازداشته. زنان بازداشتی در زندان قائم شهرن، بصیر صمیمی در اطلاعات ساریه، بیتا حقیقی و سامیه قلی نژاد جفتشون کرونا دارن، بردنشون بهداری، دارو بهشون ندادن، برشون گردوندن زندان و خانم حقیقی از یک شنبه هم ممنوع ملاقاته. تمام این وضعیت باعث شده که خانواده ها به شدت نگران این 4 نفری باشن که همچنان در بازداشت نگهداری شدن، با توجه به اینکه خب بعد از انتشار خبر شکنجه و آزار و اذیتی که 4 تا در حال جوان بهایی شدن، این نگرانی وجود داره که وضعیت 4 نفر دیگری که همچنان در بازداشتن چه خواهد بود و اینکه چرا اینها دسترسی به خانواده هاشون ندارن. تماس ها خیلی کوتاه و تحت کنترله، اینطوری نیست که به راحتی بتونن تماس بگیرن. همه اینها باعث شده که هم فعالان حقوق بشر هم خانواده ها ابراز نگرانی بکنن از وضعیتشون. از توضیحات ممنونم همکارم نیکی محجوب.